چرا مقاومت ها سایزشون فرق میکنه اندازه هاشون متفاوته یه مقاومت یک اهمی مثلا به این اندازه است یه مقاومت یک اهمی به این اندازه است یه مقاومت یک اهمی به این اندازه است و اینکه چجوری بفهمیم که حالا این مقاومت هایی که اندازهشون متفاوته چند واتن یه چیز دیگه ای که به این موضوع اضافه کنم یه وقتی میبینی روی کد رنگی مقاومت ها کدای رنگی سه رنگ، چهار رنگ، پنج رنگ و شش رنگ هستش. ما چجوری بتونیم این های رنگی رو بخونیم؟ توی این ویدیو این سه موضوع رو با همدیگه دیگه بررسی میکنیم میریم سر وقت موضوع اندازه مقاومت ها و توان مقاومت ها برای شروع بهتره که لایک رو بزنید، کامنت هم بذارید، دوست داشتید سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید که بتونید ویدیوهایی که به روز میشه رو مشاهده کنید. میبینید که اندازه مقاومت ها با همدیگه فرق میکنه ببینید در کل هرچی اندازه مقاومت میره بالاتر توان مقاومت میره بالاتر اصلا نمیخوام موضوع رو سخت کنم به توضیح خیلی سنگین تری بدم که هم نه خودم متوجه بشم چی گفتم نه شما متوجه بشین من میخوام ببینم که آقا این مقاومت ها چند مثلا نمیدونم این مقاومت چند اینم نمیدونم چند اینم نمیدونم یه مقاومت با یه ابعاد دیگر هم اضافه میکنم بهشون مثلا این مقاومت این چهار تا سایز مقاومت که من میخوام بدونم این مقاومت ها چند واته وقتی که میخوام ببینم این مقاومت ها چند واته باید اندازه این مقاومت ها رو به دست بیارم خب میام اندازه گیری میکنم مقاومت ها رو از این مقاومت کوچیک شروع میکنم میرم سمت بزرگتر خب اندازه مقاومت کوچیک تقریبا تقریبا 6 تا آره تقریبا 6 میلیمتر این 6 میلیمتره حالا یه مقاومت از این مقاومت کوچیک‌تره یه مقدار بزرگتر بود که اندازش میشه تقریبا با خطکش که اندازه میگیره تقریبا 9 میلیمتره یه مقاومت دیگه بود که اندازش تقریبا 15 میلیمتره و این مقاومت بزرگتره تقریبا 23 میلی متره. خب حالا بر اساس اندازه این مقاومت هایی که گرفتم میخوام توانشون رو محاسبه کنم ببینید یه قانون داره اصلا ابعاد مقاومت یه قانونی همراش هست این مقاومت 6 میلی متری مقاومت های 6 و چون ما با خط کش اندازه میگیریم نمیتونیم اندازه دقیقش رو بدونیم پس میگم این 6 میلیمتر به اون واحد 6.5 میلیمتری نزدیکه درسته پس این مقاومت یه مقاومت یک چهارم وات یعنی چی یعنی صفر 25 وات این 25 صدم وات پس ابعاد مقاومتی که اندازه گرفتید دیدید تقریبا 6 میلیمتر 6.5 میلیمتره این موش مقاومت 25 صدم وات حالا ما این مقاومت رو اندازه گرفتیم مقاومتش رو 6 میلیمتر مقاومت 6 میلیمتری به این 6 نزدیکه پس میشه چی؟ 25 ست واد یا همون یک چار همه واد یه مقاومت دیگه داشتیم که اندازه گرفتیم 9 میلیمتر توی همون قانون که بهتون گفتم یه 8.5 و میلیمتری وجود داره این 8.5 و میلیمتر به 9 میلیمتر نزدیکه درسته؟ پس میشه چی؟ یک دومه واد یا همون مقاومت نیم واد خودمون مقاومت بعدی که اندازه گرفته بودیم شد 15 میلیمتر این 15 میلیمتری واسه مقاومت های دو واته. یعنی این مقاومت یه مقاومت دو واته. یه مقاومت دیگر هم اندازه گرفتیم شد چند شد تقریبا 23 23 توی مقاومت های آجوری احتمال اینکه خطای مثلا یک میلیمتر دو میلیمتر رو داره خب روش هم میمویسه مثلا این مقاومت یه مقاومت پنج واته. اما طبق قانون حالا اومد یه مقاومت این شکلی داشتید که عبادش انقدری بود این میشه مقاومت 5 وات خب پس به همین راحتی فهمیدیم که این مقاومت چند واته حالا میخوام بگم آقا من میخوام بدونم این مقاومت 125 صدم وات یا همون یک هشتم واتی که وجود داره وقتی از این مقاومت کوچیک تر باشه میشه این مقاومت این مقاومت ها تقریبا 3 میلیمتره یعنی با ابعاد 3 میلی متر میشه مقاومت های یک که از این خیلی تر میشه از این مقاومت خیلی تر میشه این میشه مقاومت یک هشتم همه اینا رو به دست آوردیم حالا جای خالی ها رو میخوام براتون پر کنم که این صفحه رو وقتی داشته باشید ابعاد توان مقاومت رو به صورت کامل دستتون باشه حالا ما اینجا چند تا مقاومت کم داریم ما یه مقاومت سوات اینجا کم داریم که باید بدونیم که آقای مقاومت سوات ابعادش چند میشه مقاومت سواد اندازش 17 میلیمتره یعنی این وسط اگه دیدی یک کنیم نبود 24 نبود میشه 17 میلیمتر پس میشه مقاومتش سباته ما این مقاومت که نیاوردن هم دیگه دم دست هم نبود که براتون بذارم خب این توان مقاومت رو به سادگی تونستیم متوجه بشین که توان مقاومت چقدره حالا ما چرا از این توان ها استفاده میکنیم چرا میگم مثلا یه مقاومت یک اهمه مثلا پنج وات به کار میبریم یه جا یک اهمه سه وات به کار میبریم یه جا مثلا یک اهمه نیم وات به کار میبریم ببینید توان مقاومت قدرت مقاومت و قدرت مقاومت در مقابل جریانه عبور جریانه یعنی اگر جریانی از این مقاومت داره عبور میکنه این مقاومت باید توان کافی رو برای عبور جریان داشته باشه مثل شیر آبی که شلنگ آبی که داره ازش آب عبور میکنه اگر این شلنگ توان عبور اون حجم آب نداشته باشه میتر که و پاره میشه پس شدت جریانی که از این شلنگ عبور میکنه میشه همون جریانی که توی مقاومت هست یعنی با وات مقاومت وقتی بالاتر میره این شلنگ کلوفتر میشه وقتی شلنگ کلوفتر بشه فشار کمتری به مقاومت میاد اگر شما توی انتخاب مقاومت هاتون اشتباه کنید و مقاومتی کمتر از مقاومتی که نیاز دارید و استفاده کنید توانش کمتر باشه و شما بخواید مثلا 5 وات ازش بگیرید اون مقاومت مثل همون شلنگه میترکه داغ میکنه و این گرمایی که ایجاد میکنه باعث سوختن مقاومت میشه مقاومت نمیتونه تحمل کنه اون شدت جریانی که داره ازش عبور میکنه حالا یه نکته هم بهتون بگم اومد و شما یه جایی بودید مقاومت نداشتید یه مقاومت مثلا من اومدم دارم یه بردی رو تعمیر میکنم اما مقاومت دوات دو نیاز دارم اما من این مقاومت دوات دو رو ندارم من فقط مقاومت نیم وات دارم وقتی مقاومت نیم وات دارم ولی مقاومت دوات دو رو ندارم وقتی مقاومت دوات دو رو ندارم و نیم و هر چی بخوای دارم اصلا نتونستم مقاومت دو رو در دستم پیدا کنم میام چیکار میکنم این مقاومت نیم چهار تا مقاومت نیم با همدیگه موازی میکنم و از این مقاومت نیم به عنوان مقاومت وات استفاده میکنم چرا من اومدم اینا رو موازی کردم چرا سری نکردم ببینید کلا توی الکترونیک تقسیم جریان اگر مسیر شما موازی اگر مسیرتون موازی باشه قانون تقسیم جریان یعنی شما میاد جریان یک آمپری که الان اینجا دارید اگر اینجا مقاومتاتون همه مثلا یک عهم باشه این جریان یک آمپر تقسیم میشه بین این قسمت ها و 25 صدم آمپر از اینجا میره 25 صدم از اینجا 25 صدم از اینجا و 25 صدم از اینجا و جریان از این قسمت عبور میکنه و به اون مقاومتی که شما نیاز داشتید مثلا دو دست پیدا میکنید البته شب این نکته که دارم میگم برای رفع اشکالتون توی برده یعنی یه وقتی توی بردتون شما یه کار رو میخواستید فرس انجام بدید و تحویل بدید و یا میخواین یه وقت اکثر مواقع میخواین تست کنید ببینید که آقا من این مقاومت رو تعویض کنم مشکل برد برطرف میشه بیاید از این طرفنده استفاده میکنید برای حل این مسئله حالا تا اینجا شد بحث مقاومت ها و اندازه و ابعاد مقاومت تو ادامه میخوام توضیح بدم بهتون که حالا ما اومدیم و رنگ مقاومت رو می‌بینیم یه مقاومت 6 رنگه یه مقاومت 5 رنگه یه مقاومت 4 رنگه کد رنگی رو میدونیم چجوریه ولی کد رنگی رو میدونیم اما یه مقاومت این مقاومت اگه باشه این 1 2 3 4 5 6 شش تا رنگ داره این مقاومت و این شش رنگو من چجوری بفهمم که مقدار مقاومت چقدره توی مقاومت های شش رنگ این ستای اول میشن عددش یه مقاومت دارم شش تا رنگ شش تا رنگ ستای اولش شد عدد مثلا یک 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 هر ستاش بوده یک حالا این ستا که بوده یک بر اساس رنگه دارم تشخیص میدم ستا بوده یک رنگ چهارمه چیه؟ رنگ چهارمه میشه زریبی زریبه یکه زریبه دهه زریبه صده پس رنگ چهارم شد زری مقاومت رنگ پنجمش چی میشه این رنگ پنجم چی میشه رنگ پنجمش میشه همون تلورانسش یا همون ذریب خطای مقاومت که با همون رنگ طلایی و نقره و بدون رنگ استفاده میشه حالا یه جایی هم یه رنگ ششمی هم وجود داره رنگ ششم چیه رنگ ششم میشه ذریب دما ذریب دما که واحدش امریکا. این شد مقاومت شیش رنگ حالا یه مقاومتی میبینی پنج رنگ مقاومتی که پنج رنگ باشه دیگه این ضریب پی پی ام ضریب دما رو نداره این میشه مقاومت پنج رنگ مقاومت چهار رنگ اولی میشه عدد دومی میشه عدد سومی دیگه اینجا مقاومت چهار رنگ میشه چی میشه مزربش پس تو مقاومت چهار رنگ اولی میشه عدد دومی میشه عدد سومی میشه مذربش و چهارمی میشه چی ضریب درصد خطا یا همون تلورانسش حالا اگه مقاومت سه رنگ بود وقتی مقاومت سه رنگ میشه کلا سه تا رنگی توی مقاومت وجود داره اولی میشه عدد دومی میشه عدد سومی میشه ضریبش یا همون مذربش وقتی جای چهارمو نداره میشه تلورانس 20 درصد یعنی اگه مقاومتش ده اهمه با مثبت منفی 20 درصد خطا کار میکنه همین تمام های رنگی مقاومت همینجوری به راحتی قابل حل این شد کودهای رنگی کامل مقاومت اگر ویدئوی قبلی رو ندیدید حتما ویدئویی که درباره مقاومت ها ترمیستور ها و پتانسیومترها ها کلا نحوه بستنشون روی مدار رو توضیح دادیم اونم نگاه کنید خیلی تاثیر داره اول اونو ببینید ویدئو رو ببینید امیدوارم که مفید بوده باشه لایک و کامنت فراموش نشه سابسکرایب هم بکنید